در این ویدیو به معرفی مکمل کراتین و نحوه مصرف اون یه اشاره‌ای به انواع مکمل کراتین خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم در ارتباط با عوارض جانبی که صحبتش میشه که بر روی کلیه‌ها فشار میذاره، یا اینکه شما باید سالی یک بار استفاده بکنید یا اینکه سالی دو بار استفاده بکنید. همه اینها رو قرار هست به این ویدیو راجبش بحث بکنیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز. خب مکمل کراتین مکمل مورد علاقه بدنسازها برای دوره حجمشون، و ببینیم علت این که این مکمل در دوران حجم استفاده میشه چی هست. تو این ویدیو توضیح میدم خدمتتون، اما میخوام یه اشاره بکنم به انواع مکمل کراتین در ابتدا. ببینید ما بیشتر از 10 نوع مکمل کراتین داریم، اما ما تنها یه نوع مکمل کراتین رو میشناسیم که همین شماره 1 هست، کراتین مونوهیدرات. اینجا میبینید کراتین های دیگه هست مثل کراتین هایدروکلورید، کراتین آلکالین، اتیل استر، سیترات، نیترات، مالات، گلوکونات، اما اینا هر کدوم یک مزایایی داره استفادهش. مثلا کراتین هایدروکلورید انحلال پذیریش توی آب 28 برابر بیشتر از مونوهیدراته و این باعث میشه که کراتین سلامت تری باشه برای بدن. یا اینکه مثلا کراتین نیترات برای افزایش استقامت مورد استفاده قرار میگیره، و هر کدوم از اینها یک مزایایی دارن که اگه من بخوام راجبشون توضیح بدم یه ویدیو کامل باید ضبط کنم. بنابراین امروز ما صحبتمون رو میذاریم راجبه مکمل کراتین مونوهیدرات شماره 1 که بیشترین میزان مصرف رو داره و محبوب ترین نوع کراتین هست. خب همینطوری که میبینید کراتین مونوهیدرات به دو شکل موجود هست در بازار، کراتین مونوهیدرات و کراتین مونوهیدرات مایکرونایزد. خب این دومی که اینجا الان مشاهده میکنید به دلیل اینکه اومدن ذراتش رو ریزتر کردن، انحلال پذیریش تو آب بیشتر شده و احتمال رسوبش در بدن به خصوص مجاری و کلیه کمتره. بنابراین کراتین مونوهیدرات مایکرونایز خب یه ذره جلوتر از لحاظ تکنولوژیکی، اما ترکیب شیمیاییش همونه. مکانیزم اثرش هم به این صورت هست: زمانی که شما کراتین استفاده میکنید سطح فسفوکراتین در عضلاتون میره بالا. فسفوکراتین به عنوان سوختی است در عضله که برای فعالیت‌های انفجاری و قدرتی مورد استفاده قرار میگیره و 15 ثانیه نهایتاً میتونه به عضله شما سوخت رسانی کنه. به همین دلیله که زمانی که شما پرس سینه یا مثلا اسکات هر حرکتی که میزنید قدرتیه، برای سه حرکت اول شما توانتون بیشتره و یه وزن میبینید سه حرکت میزنید ولی حرکت چهارم خیلی براتون سخت میشه، به دلیل اینکه فسفوکراتین عضله تموم شده. کراتین این ذخایر رو بیشتر میکنه. اگه شما سه حرکت میزدید الان 5 حرکت یا 4 حرکت رو میتونید با قدرت بیشتر بزنید. بنابراین در نهایت عملکرد تمرینتون بیشتر میشه و چه اثراتی در بدنتون مشاهده خواهید کرد. زمانی که عملکرد شما بهتر شد، یعنی بهتر تمرین کردین، نتیجتاً تخریب عضلانیتون بیشتر بوده. وقتی تخریب عضلانی بیشتر باشه، عضله سازی و سنتز پروتئین در بدن بیشتر میشه. بنابراین افزایش وزن رو مشاهده می‌کنید. بعد از مرحله بارگیری شما افزایش وزن رو مشاهده می‌کنید که این افزایش وزن شامل همون سنتز پروتئین و ساخت عضله و آب هست. کراتین اقتباس آب در عضله رو به وجود میاره و شما زمانی که مکمل کراتین رو قطع میکنید میبینید که وزنتون مثلا توی 80 کیلو شاید 1 تا 2 کیلو کم بشه. این کاهش وزن به دلیل حذف آب از عضلتونه و به اصطلاح ریختن عضله آتروفی نیست. خب کاهش درصد چربی، یه مدتی سوال بود میگفتن آیا واقعا مکمل کراتین
چربی رو هم کم میکنه، یا اینکه مثلا عضله که زیاد میشه نسبت چربی به عضله تغییر میکنه. اما دانشمندان مشاهده کردن که مکمل کراتین در چربی سوزی هم کمک میکنه و به شما کمک میکنه همزمان هم عضله بسازید هم چربی از دست بدید. خب تقریبا رسیدیم به مهمترین بخش این ویدیو امروزمون که خیلی سواله برای همه که آیا مکمل کراتین رو میشه دائما استفاده کرد، مدت طولانی استفاده کرد، به کلیه آسیب میزنه، یا اینکه چه عوارضی رو برای ما به همراه خواهد داشت. خب شماره یک که مهمترین سوال هست آسیب کلیوی. ببینید کسایی که استفاده میکنن یا مربیاشون یا خودشون مثلا میگن کراتین رو بعد سال یک بار استفاده کرد یا سالی دو بار استفاده کرد، باید فاصله باشه، استراحت باشه. اما یه سری تحقیقاتی رو انجام دادن و به مدت 63 روز روزانه 20 گرم مکمل کراتین رو به کسایی که برای آزمایش اومده بودن به عنوان ساپلیمنت دادن و در نهایت اومدن در پایان این دوره فشاری که روی کلیه اومده بود رو بررسی کردن. ببینید هر اسکوپی که شما کراتین مصرف میکنید مثلا 5 گرمی به میزان 8 گرم پروتئین روی کلیه شما فشار میذاره و اگر شما پروتئین بیش از حد مصرف نکنید، کراتین مصرف کنید، هیچ مشکلی به وجود نمیاد و برای این کسایی هم که در این تحقیق بودن هیچ مشکلی به وجود نیامده بود و هیچ آسیبی رو مشاهده نکردن. اما اگه کسی پروتئین مصرفی زیاد باشه، مثلا بیش از 300 گرم در روز استفاده بکنه و مکمل کراتین هم استفاده بکنه، داره فشار میذاره رو کلیهش. اینو در جریان باید باشید که زمانی که کراتین استفاده میکنید 8 تا 10 گرم از پروتئین تون کم بکنید، 8 تا 10 گرم از پروتئین اندازه، نه اینکه مثلا یه نفر 400 گرم استفاده کنه 10 گرم کم کنه، بازم زیاده. مورد دوم گرفتگی عضلات. یه تئوری وجود داشت، میگفتن کراتینی که باعث ذخیره آب در عضله میشه میتونه ایجاد گرفتگی کنه، اما تحقیقات هیچ رابطه مستقیم رو بین این دو موضوع پیدا نکردن. اما خب کراتین شما رو قادر میکنه وزنهای سنگین تری بزنید و این وزن زدن سنگین تر میتونه علتی باشه برای گرفتگی عضلات، چون توی دوره های مصرف مکمل گرفتگی عضلات یه جورایی برای خیلی اتفاق افتاده و این علتش سخت تمرین کردنه. عوارض طولانی مدت. ببینید کراتین تو بدن تولید میشه از منابع دیگه. یه سری حالا کودک بودن که اینا بدنشون نمیتونسته خوب کراتین تولید کنه و اینا وارد تحقیقات 2 ساله‌ای میشن در کشور امریکا و به اینها روزانه کراتین رو به عنوان مکمل میدن، چون خب بدنشون نمیتونسته تولید کنه و مدت 2 سال هم به اینها این مکمل رو میدن و بعد از 2 سال میان بررسی میکنن که چه عارضه هایی رو برای این بچه ها به همراه داشته. هیچ عارضه‌ای رو مشاهده نمی‌کنن بعد از مصرف 2 سال مکمل کراتین. بنابراین مصرف مکمل کراتین برای طولانی مدت هم سیفه. اما خب اینجا دوزش اشاره نشده چقدر بوده، مثلا شاید 1 گرم بهشون میدادن روزانه یا 2 گرم میدادن، ولی اینجوری نیستش که مثلا 2 ماه استفاده میکنید حتما مثلا 6 ماه بعد استراحت بدید. خب مورد آخرم بدن شما، خب همونطور که گفتم طبیعی تولید میکنه دیگه، مثل بچه ها که گفتیم تولید نمیکرد. یه سوالی هست، میگن خب مثلا کراتینو که بدن داره تولید میکنه وقتی ما بهش میرسونیم دیگه تولید نمیکنه، وقتی قطع میکنیم آیا دوباره تولید میکنه؟ آره، بعد از 4 روز تا مثلا 10 روز دانشمنده به این نتیجه رسیدن که دوباره تولید طبیعی کراتین بدن از سر گرفته میشه و مشکلی در این زمینه به وجود نمیاد. خب برای مصرف کراتین ببینید ما 2 نوع روش داریم، یکی این که شما بیاید بارگیری بکنید، یکی این که بدون بارگیری ادامه. برای روشی که بارگیری میکنید 15 تا 25 گرم برای 5 تا 7 روز باید بارگیری بکنید. خب این شاید الان مثلا یکم گیج کننده باشه، بگیم 15 گرم برای کسایی که زیر 80 کیلو هستن، 20 گرم برای کسایی که بین 80 تا 100 کیلو هستن و 25 گرم برای کسایی که بیشتر از 100 کیلو هستن.
و مدت روز هم بیاییم با درصد چربی تنظیم بکنیم. کسایی که درصد چربیشون خیلی پایینه همون 7 روز رو بارگیری کنن و کسایی که درصد چربیشون بیشتره 5 روز. کسایی هم که این بین هستن معمولی هستن خب 6 روز کافی هستش. در ادامه دوباره 5 گرم روزانه مصرف میکنید تا پایان دورتون، حالا 2 ماه هست 3 ماه. در روش بدون بارگیری این روش استراتژیه که برای کسایی که میخوان طولانی مدت تر کراتین استفاده کنن، مثلا 6 ماه استفاده کنن، روزانه 5 گرم استفاده میکنن. البته کسایی هم هستن که 9 ماه تا 1 سال کراتین هم استفاده میکنن، اما به نظر من اگر میخواید طولانی مدت استفاده بکنید سقفش رو همون 6 ماه بذارید، بخاطر اینکه به هر حال همه اینا تحقیقات و ممکنه اثراتی رو تو بدنتون داشته باشه. خب کراتین رو اگر بیاید با یه قند ساده استفاده بکنید، قندی که زود جذب باشه، مثلا دکستروز میتونه باشه، گلوکوز میتونه باشه، مثلا آب میوه، حالا فروکتوز، حتی فروکتوز باید تو کبد یه سنتزی بشه، ولی خب باعث میشه که انسولین خونتون بره بالا و جذبش بیشتر بشه. با این برای کسایی که تو حجمن میتونه این کارو کنن، کسایی که تو کاتن و تو رژیمن به جای این قند ساده بیان BCAA نسبت 8:1 استفاده بکنن یا مثلا 12:1 که این کمک میکنه بهشون که سطح انسولینشون بره بالا، چون لوسینش زیاده لوسین هم انسولین رو میبره بالا. خب دوستان اینجا هم که ایمیل و شماره تماس جهت ارتباط رو مشاهده میکنید، مثل همیشه فراموش نکنید صفحه ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو ما رو لایک کنید و صفحه ما رو برای دوستانتون شیر کنید.